درود بر شما. سوم اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی و 23 آوریل 2021 میلادی. نزدیک 30 نفر از طرفداران آیت الله ابوالفضل برقی در تهران و کرج بازداشت شدند. به انگیزه پرداختن به این بازداشت گروهی و گسترده میپردازیم به این که چرا آیت الله برقی و نظراتش و طرفداراش اینقدر خطرناکن برای جمهوری اسلامی که او رو ترور کرد و کشت و حالا هم 10 نفر از هم نظران او رو میندازه زندان. باری پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. خودش دروغ گفته. پس این چیه؟ تاریخ تنظیم 6/8/1398، دادسرای عمومی و انقلاب کرج. 12 نفر با اسم و مشخصات متهم شدند به عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیت هایی که واقعا سواد دادگاه و منشی دادگاه و خاک بر سر این دمودستگاه آخوندی که نامه رسمی دادگاهش شبه جمعیت و می نویسه شعب جمعیت. حالا فارغ از این که در قانون شبه جمعیت یعنی چی آخه؟ یعنی چی شبه جمعیت که شما بیاییم بگیم تو عضو شبه جمعیتی پس برور زندان مثلا؟ حالا هرچند قانون اساسیشون میگه اینا هم آزاده ها مثلا، ولی شبه یعنی چی حالا که شعب جمعیت می نویسی؟ بذاریم حالا درستش رو بخونم به اصطلاح. اتهام ها: عضویت در دسته یا جمعیت یا شبه جمعیت هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است. 2، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. خب این 12 نفر کیان؟ اگر اسمشون رو نوشته ها، اگر یه بار دیگه بتونیم نشون میدیم، اگر اهل در واقع میدونین کنجکاوی های نظری اسلامی باشین، سنجش افکار باشین، لااقل یکی از این متهمین رو به اصطلاح خوب میشناسین. آقای دکتر مصطفی طباطبایی که سالهاست ویدیوهاشو نوشته‌هاشو در فضای مجازی می‌بینیم، به ویژه ویدیوهاشو که به طور مرتب منتشر می‌شود و صرفاً بحث‌های نظری و استدلالی می‌کنه درباره اسلام و قرآن و توحید و بحث‌های مشابه، و او از جمله کسایی است که می‌گوید آیت الله ابوالفضل برقی یکی از پیشتازان نواندیشی دینی بوده است. این آقای طباطبایی 86 ساله عضو کدوم گروه و جمعیت و شبه جمعیت شعب جمعیت که تازه هدف اون گروه و شبه و شعب و فلان هم برهم زدن امنیت کشور است و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی میکنه؟ این تبلیغ علیه نظام و نمیدونم تشکیل جمعیت به هدف ضربه زدن به نظام و اینا دیگه میدانید اتهامای جعلی آشنایی است که سالهاست شما همیشه علم میکنین، همه میدونیم، تا نذارین هیچ جمعیتی شکل بگیره، هیچ تشکیلاتی شکل بگیره. 4 نفر میشینن جلسه میذارن بحث میکنن فکر میکنن، میگین خطرناکه برای نظام مقدس چون مقدسه. فکر نداری؟ البته اینو درست میگین که هر کس هر چیزی بگه که شاید پایه های اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه رو سست بکنه امنیت شما رو به هم میزنه، درست. ولی این با اون دروغ گنده خامنه ای که پخش کردیم که میگه هیچ کس به خاطر اینکه نظر فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید قرار نمیگیره، این مطلقا جور در نمیاد.
باری دوباره خامنه ای حرف زد در این دروغا گفت من عصبانی شدم. برگردیم به موضوع. 12 نفری رو که عرض کردم در آبان 98 6/8/98 متهم شدن در دادگاه انقلاب اسلامی، همین اخیراً ریختن خونهشون، گرفتنشون 17 فروردین 1400. همزمان 10-15 نفر دیگه از دوستان و همفکرانشون رو ریختن گرفتن، یعنی حدود 30 نفر رو یوهو گرفتن که انگار یه عملیات نمایشی گاندویی رو به صف برسونن. در خدمت آقای محسن برقی هستیم، نوه آیت الله ابوالفضل برقی که در جریان این بازداشت ها بودند. خوش آمدید آقای برقی به برنامه امشب صفحه آخر. اول درباره همین خبر اجازه بدید که صحبت بکنیم، که بفرمایید ماجرای دادگاهی شدن یک جای اون 12 نفر از اطرافیان آقای طباطبایی و خود ایشون در سال 98 چه بود و بعد چی شد که یهو ریختن همین 2 هفته پیش 30 نفر گرفتن و سرنوشت این چه شد؟ بنده سلام عرض میکنم به بینندگان محترم خوبتون. با این ملاقاتی که با شما در این تلویزیون دارم بسیار خوشنودم که بتونم صدای این مظلومینی که در زندان هستن و الان دستشون به هیچ جای بند نیست، من مخصوصا انفرادی انداختنشون، بلکه بتونیم صدامون رو به اون وریور برسونیم. اول از شما تشکر میکنم. ثانیا این حکم دادگاهی که در خدمت شما هست، این در سال 98 بوده، آبان 98. اینها نماز جمعه میخونن، در نماز جمعه اتوبوس میارن، همه اینها سوار میکنن میبرنشون نزدیکای زندان گوهردشت، ازشون تعهد میگیرن. من اسمایشون رو سری دارم براتون میخونم. یکیش سید محمد حسین برقی ابن رضا، پسر آقای پسر آیت الله علامه برقی، خدمت شما عرض کنم. یکی دیگهش نوه آقای علامه برقی، عبدالحمید برقی. اینا آقای برقی کسانی هستند که در همون حکم دادگاه بودن؟ بله. بفرمایید. خانم فرشته آرزم. بله، ایشون خانم آقای طباطباییه. صحیح، آقای طباطبایی. بله. شما ببینید تمام این افرادی که 12-13 نفر نماز جمعه میخوندن، اینا رو بردن، ازشون تعهد گرفتن، حکم دادگاه دادن در کرج که دیگه نماز جماعت نخونن. بعدا تک تک رفتن دادشویی، یورش برده شده به منازلشون، وسایل زندگیشون اول جمع کردن بردن. این کنار 2 هفته پیش باز دوباره میرن سراغ آقای استاد طباطبایی، ساعت 7 بعد از ظهر قبل از مغرب وارد منزل میشن، هجوم میبرن، فکر میکنم مثلا گروه داعش گرفتن، شروع میکنن تک تک اینا رو بازجویی کردن داخل اتاق منزل آقای خانم آرد. تک تک اینا رو بازجویی میکنن، به شیوه خلاصه موبیلاشون رو میگیرن، میگن شما بعدا مراجعه کنید به دادسرای شعبه 3 اوین. به علاوه این افرادی که الان ما در لیست داریم، تک تک دفتر منزلشون حمله کردن، دوباره وسایلشون رو بردن، کامپیوتر، دوربین، تلفن، کتاب ها، هر چی که بوده جمع کردن بردن. و الان در حال حاضر اینها پس از این که جمع کردن بردن، خودشون بهشون گفتن فلان روز دوشنبه چهارشنبه مراجعه کنیم به دادسرا. مراجعه کردن یا آقای دکتر بهبهانی مراجعه کرده، سند گذاشته، گفتم تا روز دادگاه آزادی. آقای مهندس پناهی سند گذاشته، گفتم تا روز دادگاه آزادی. دایی این جانب محمد حسین برقی، باز دوباره ایشون سند گذاشتن، گفتم تا روز دادگاه آزادی. و این تک تک اینها با سند آزاد شدن فعلا. ولی نوی آقای برقی، عبدالحمید برقی رو آزاد نکردم، بردنش. آقای کورش معزنی رو که متهمش کردن تو مسئول سمعی بصری استاد طباطبایی هستی، و آقای محسن رضوان رو بردن، آقای علیرضا بهادر نژاد رو بردن. اینها در انفرادی هستن، وقتی باشون تماس میگیرن که
اینها ممکنه کرونا بگیرن، میگن نه نه ناراحت نباشید، اینها در انفرادی هستن، کرونا نمیگیرن. و به علاوه جناب فلاحتی، در منزل تک تک اینا از اینها میذارن، از اینها میذارن که شنود در تک تک منزل اینها شنودی هست که اینها چی میکنن، چه میگن، چه زندگی میکنن، چه نحوه با کیا تماس دارن. و ببینید چقدر این یعنی علنی شنود میذارن، یعنی میگن این دستگاهی که نشون دادن پشت کتابا. آها، دلم اینا پشت کتابای منزل استاد طباطبایی، پشت کتابا دو سه تا قایم کردن که نماز جمعه که اینا رو گشتن پیدا کردن. صحیح، من صحیح اصلیشو ندارم، این نمونه شه. بله، خدمت شما عرض کنم، وقتی که مثلا خونه رو خونه تکونی میکنن، جمع و جمع میکنن، کتابا رو جابجا میکنن، اینا پشت کتابا جاسازی شده. آقای طباطبایی معذرت میخوام، اون حکمی که در سال 98 اون اتهام، اون به اصطلاح دادخواستی که چه میدونم آقای فلان، حالا فرق نمیکنه، هر کدومشون امضا کردن در شعبه 11 دادگاه انقلاب کرج، اون اتهام ها، حالا هر چی، اون برگر رو دادن به اون 12 نفر و بعد دیگه دادگاهی تشکیل نشده تا همین بازداشتای گروهی، و بعدم الان تازه میگن که خب سند بذارید آزاد بشه، که چند نفرم آزاد نکردن، در انفرادی هم به خاطر این کرونا نگیرن تا دادگاه تشکیل بشه. دادگاهی نبود از 98 تا الان؟ نه، دادگاه تشکیل نشده، ولی تک تکشون که رفتن جا به یه شکلی بازجویی شدن و سند گذاشتن، تهدید خیلی شدید شدن و گفتن ما با تو هیچ شوخی نداریم. بسیار توهین‌آمیز با پسر آقای برقی، بسیار وحشتناک توهین‌آمیز باش برخورد کردن. و با این حال که پسر ایشون هم کرونا داشته، وارد اتاق میشن، وارد زندگی ایشون میشن، خود ایشون کرونا داشته وارد میشن و اصلا برایشون اهمیت نداشته. و پس از این که ایشون مراجعه میکنه در دادسرا، بهش به شکل فجیعی تهدید و اعراب میکنن که ایشون تا روز دادگاه هیچ کلامی از نگوشایه و به هیچ کسی خبر نده. ولی خب همچنان که میدونید ما ماها زیاد هستیم، ماها بسیار افراد زیادی هستیم، آمریکا، اروپا، استرالیا، کانادا، خیلی زیادی و نمیشه اینو پوشان، خیلی سخت این کارو کرد. و اینا فکر بودن که خیلی زیرکن و خیلی خیلی آقای برقی، برحال احساس خطر میکند حکومت به دلیل نظرات آیت الله برقی، که همچنان که نظرات دیگری که هر کسی طرح کرده است از آغاز سال 57 حتی قبلش، خودشون ترور کردن و نظر غالب بر حوزه علمیه که الان حوزه علمیه در دست حکومت است، کامل دست ولایت فقیه به اصطلاح. خب این گسترش این نظرات که خودش را مدعی بر حق بودن میداند در اسلام، بسیار خطرناکه برای حکومتی که پایه و مایش میگه من پرچم اسلام و خلاصه میخوام جهانی بکنم. اجازه بدید آقای برقی ما یه چند دقیقه تیکه های از صحبت های آیت الله برقی رو پخش بکنیم، پدر بزرگتون رو پخش کنیم که بیننده ها با نظرات ایشون آشناتر بشن. ما قبلا هم برنامه هایی داشته ایم در این زمینه، خب حالا بخش های پخش نشده صحبت های ایشون رو خواهیم داشت بیشتر، و بعد برمیگردیم خدمت شما و درباره خود آیت الله برقی و ترور ایشون به ویژه و مسائل مربوط به اون صحبت میکنیم. خب ببینین، ما قاعدتا فکر میکنیم آخوندا به دلیل اینکه از حکومت آخوندی سود میبرن، از حکومت ولایت فقیه سود میبرن، موافق ولایت فقیه هستند، در حالی که روحانیون شیعه زیادی هستند که مخالف ولایت فقیه هستند، اما سانسور حاکم نذاشته است که
مردم حتی اسم اینا رو بشنون. یکی از این آیت الله های به نام آیت الله سید ابوالفضل برقعی است، متولد 1287 قمری در قم، کشته شده در اوائل دهه 70، ظاهراً سال 72 که عرض کردم، بعداً در این باره جزئیاتش صحبت خواهیم کرد. قبلا یکی دو برنامه درباره آیت الله برقعی داشته ایم، حالا امشب دقیق‌تر هم به نظرات ایشون و هم چگونگی ترور ایشون و هم ترس حکومت از طرفدارای ایشون که آیت الله برقعی رو یکی از مهمترین نواندیشان دینی عرض کردم میدونن میپردازیم. اول انقلاب 57 آیت الله برقعی در نامه‌ای به آیت الله خمینی درباره قید مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، البته عرض بکنم که این قید مذهب رسمی ایران شیعه هست، در تشیع است، در قانون اساسی قبل از انقلاب هم بود ها، ولی به هر حال آیت الله برقعی سال 57 نامه ای می نویسد به آقای خمینی و در این نامه درباره قید مذهب رسمی شیعه می نویسد: نویسندگان قانون اساسی نباید به نام مذهب تفرقه میان مسلمین را ابقا کرده و دامن بزنند. نام مذهب در کتاب خدا و سنت رسول نیست. هیچ کدام از ائمه شیعه و یا سنی ادعای آوردن مذهب نکردند. امام جعفر صادق علیه السلام خود را جعفری نخواند و نگفت من مذهبی به نام جعفری آوردم، و همچنین ابو حنیفه و یا شافعی نگفتند ما مذهبی آورده ایم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام نفرمود من فلان مذهب را دارم. کتاب خدا دعوت به اتحاد کرده و تفرقه اندازان را مشرک خوانده است. اصولا آیت الله برقعی میگفت مرجعیت شیعه ساختگی است و این شیعه و سنی و فرق سازی های مذهبی ربطی به دین اسلام نداره. خب حالا درباره اینکه خود شیعه بود یا سنی صحبت خواهیم کرد. خب بر پایه همین نظری که همین چند خط که براتون خوندم، مخالف ولایت فقیه بود. صفحه 95 از کتاب درسی از ولایت، از کتاب‌های متعددی که از ایشون منتشر شده، یاد که کوچیک براتون میخونم: غالیان و مداحان و اکثر دکانداران میگویند امام دارای ولایت کلیه الهیه مطلقه است. باید گفت اولا مدرک این کجاست و چون این چیزی در اسلام نبوده. ثانیا اگر ولایت مطلقه الهیه برای امام است، پس برای خدای عزوجل چیزی باقی نمیماند. و اگر مقصود ولایت شرعی باشد بر کلیه مسلمین، این را برای رسول خدا میتوان اثبات نمود، نه برای غیر از او. این نظر آیت الله برقعی درباره ولایت فقیه اساسش این است که همیشه تأکید میکرد که غیر از پیامبران همه در یک صفند و همه مثل همند و فکر و عمل و تلاش و یافته های علمی و غیره و غیره باعث تفاوت آدم ها، تمییز آدم ها به اصطلاح از همدیگه میشه. و همینطور که این تیکر رو خوندم براتون، همیشه تأکید میکنیم که مدرکش کجاست، حرفی که تو میزنی خلاصه مطلب. بعد میاد میگه همین پیغمبر توانایی های فرازمینی نداره محمد، چون او هم انسانه و افسانه نیست، و بر همین اساس شفاعت کردن نزد پیامبران و امامان که حالا من گناه کردم، بدبختم، فلانم، خدایا بیا مثلا، یا امام حسین، من میرم مثلا دخیل میبندم به ذریحش و میگم که امام حسین شما شفاعت، تو شفاعت منو بکن از که خدا منو ببخشه و اینها. اینا آیت الله برقعی میگوید حرفای مسخره و خرافه مسخره است که آخوندها که منافع مالی دارن و سیاسی دارن از خرافه سازی اینا رو تبلیغ میکنن. محمد میخواد از این آقای غازی شفاعت. حالا قول شما ها، خدا هم به محمد تازه عرض داره که برو از غازی شفاعت. روز قیامت محمد، خدایا بره من از یک کسی که نمیشناسم، غازی شما رو میشناسید، دیره شما رو محمد بره، میدونه شما نصف شب چی کار کردید، میدونه تو قلب چی هم، نه میدونه چقدر شرک و توحیده، نه میدونه چقدر حسد و بخل، نه هیچی، نه خدایا حالا در محکمه الهی
یک آقای قاضی که از اسمش نمیدونم، حالا من میگم قاضی ولی محمد کسی نمیدونم، کسی که نمیشناسم نمیدانم کجایی نمیدانم چیکار کرده نمیدانم، نه ظاهرش میدونم نه باطنش، هیچی نمیدانم، میخوام که طرفداری کنم. تونه ببخشید خدا میگه محمد میتو دیوانی، از کسی که نمیشناسی تو قاضی رو دیدی؟ نه. اسمش بلدی؟ نه. اسم باباش بلدی؟ نه. محمد چی میدونه قاضی که؟ حالا یه قاضی من گفتم 100 میلیون تهرانی مردن و زنده و همه حیث یه ضربه زدن که محمد شکار. حالا محمد همه یکی یکی تهرانی ها رو میشناسه؟ میدونه چی کاره بوده؟ شما عاقل بیدار شید، پیغمبرها اصلا شما رو نمیشناسن، اولیاء خدا مگه تو رو میشناسن؟ حسین کی تو رو دیده؟ از عباس شما رو دیده؟ ماده همسیت هم بوده؟ عبر داره تو چی کاره؟ اسم تو رو میدنه؟ ببینین عینیت، واقعیت، عقلانیت، اینا چیزاییست که آیت الله برقی روش تاکید داشت که حالا بعد درباره اینا صحبت میکنیم با آقای محسن برقی. آیت الله برقی میگفت طبق نص صریح قرآن، نه تفسیر قرآن، چون معتقد بود که اصلا تفسیر قرآن نادرسته و فقط باید قرآن رو ترجمه خوب کرد و در اختیار مردم قرار داد. میگفت بر اساس نص صریح قرآن محمد یه انسانی بود، آدمی بود مثل دیگران. 100 معجزه برای مصعب جعفر و برای امام رضا و برای اینا شوردن که یکیش برای محمد نیست. حالا چرا؟ برای اینکه محمد بهش وحی میشه و جلوی اراذل و اوقاف، جلوی اراذل و اوباشو گرفته. صریحا خدا بهش میگه انک میتون، تو میمیری. در مقابل این آیه مردم چیکار کنن؟ اگر بگن محمد نمرده، خدا گفته انک میتون، درست که تو میمیری. خدا این آیه یه کرامتی هست. انا بشرم قول بگو، انا بشرم مثل بگو، انا بشرم مثل شما. حالا که بشرم مثل شما ببین، شما نور تو تخ میزنه؟ نه. و محمد هم نه. هزاران خرافات به محمد چسبوندن که نورش تطوق میزنه، دایره نور، بدنش سایه نداره، نمیدونم از توش میبینه، از توشتر، از توشتر هم میبینه. این همش خرافاته. اگر اینها باشه دیگه بشرون مثل کم نه غلطه. خدا گفته بشرون مثل کم که جلوی همه خرافات بسرش. اینکه میتون، این هم میتون، هم تو که همه میمیرن تو هم میمیرید. از همینجاست که غیبت امام زمان و آیت الله برقی دروغ میدونه و میگوید که اینا را آخونده ساختن برای حفظ خودشون. از مدتها قبل از اینکه امام 11 در کار باشد که بعد بگن ازش امام 12 هست و غایب است و از این حرف ها، میگه از همون موقع این خرافات و دروغ سازی ها بوده است. 3 نفر قوام امر یعنی امور موسیم جعفر کسی 3 نفر بود، یکی زیاد ابن مروان قندی، یکی هم علی ابن ابی حمزه بطائنی، یکی هم عثمان ابن عیسی. این 3 نفر همه کاره بودن و وکیل و قائم به امر موسیم، یعنی موسیم جعفر همه کارهای مهم مدست اینا داده بود. اینها پولا رو میگرفتن کیسه به کیسه از شیعه ها به موسیم جعفر میرسوندن. موسیم جعفر که بردن زندان، در زندان وفات کرد. اینها این وکلای مقدس گفتن خب ما اگر بگیم وفات کرده پولا رو باید پولا رو نمیتونیم بگیریم و به اضافه که نمیتونیم بگیریم اون پولایی هم که پیشمونه بده علی ابن مسرقضا یا سایر اولاد مسرقضا جعفر پولا رو تحویل بدید. اومدن جمع شدن با هم مشورت کردن، گفتن اون مقدسین دیگر هم اصحاب رو بزرگان اصحاب رو جمع کردن، گفتن همه بیاید متفق شین بگیم مسرقضا جعفر
در زندان نمرده، غایب شده. و غرضشون چی بود؟ غرضشون پولا رو بخورن، تحویل ندن. آمدن خیلی آرده، یکی موسی بن عبدالرحمنه که خودش نوشته به من هم نوشتن که بیا، من نرفتم، من مخالفت کردم، من رو تهدید کردن که تو میکشید، بودم بکشید، من حاضر نیستم. پولها را آقا آمدن مذهب واقفیه درست کردن، یعنی گفتم امامت موسی بن جعفر توقف کرده دیگه، وقفه تمام شد، موسی بن جعفر غایب شده، آخر زمان قیام میکنه، ظهور میکنه، زمین رو پر عدل میکنه. هیچی پولارم سر کشیدم. ببینین، آیت الله برقعی میگوید خرافه امامان به جای رسیده که مردم خدا رو آفریننده شر میدونن و امام رو آفریننده خیر. برو به مشهد، تو راه مشهد بشکنه پاک، میگه خدا هست. مالشو ببرن، میگه خدا هست. زیر ماشین بره، میگه خدا هست. اما توی هزار نفر زوار یکی تب کرده خوب شده، میگه امامزا شفاش. آشقباز نمیشته که نباق به امام زمان حوائج مردم رو همه رو روا میفرنن. بابا جان خود پیغمبر حاجت کسی زمان نکرد، نباق به امام زمان همه رو حاجت مردم روا کردن. که این آیت الله هایی که نایب امام زمان میگن هستیم، که اینا چطور مریض میشن میرن اروپا؟ چرا یه خودشون شفا نمیدن؟ دیگه راست میگن، همش دروغ، همش حقه بازی. این نشد که خب ببینید، وقتی اینجوری نگاه بکنیم ماجرای معاد چه میشود، ماجرای بهشت و جهنم. اصولا درباره عمل نیک و بد و مجازات و احکام که نهایتا در مفهوم بهشت و جهنم تجلی میکند، آیت الله برقعی درک و صحبتهای دیگه ای داشت درباره روزخونی و دسته های سینه زنی و در واقع ثواب بردن برای اینکه به بهشت رفتن. به اصطلاح روزخونه گفته عشق تو بریم بریم بهشت، تا صبح هم باشو از سر صبح، از سر شب تا صبح سینه ایست زرده بزن یا عباس میکن. این چرا اینجور شده؟ برای اینکه تو مورد تحقیق نرفته، بهش گفته تا صبح سینه ایست زرده بزن و جفتک بزن یا عباس، یا عباس بگو میری بهش. حالا عجب اینه که اینا که اینو جفتک میزنن تا صبح بیداری میکشن، یه دفعه برو ببینی حرف حق چیه، قرآن چی گفته. یه دفعه برو ببین برقعی چی میگه. ابدا برو مقصرن، تعصب جهالتی که دارن، میگه اون پیش نماز ما راست میگه، آقای برقعی دروغ میگه، فقط آخوند ما روزخونه راست میگه. گفته عشق بیرید و بره بهش. خب ببینید، به نظر آیت الله برقعی جهل مردم یک طرف، منافع دکانداران دین طرف دیگه، اینا دو موضوع لازم و ملزومی هستند که ایشون میگفت باید باش مبارزه کرد، وگرنه هیچ عوض نمیشه همین وضع. و برای نمونه چیزی که بسیار ازش پول در میران آیات الله های اعظم، آیات اعظم، میدونید که قبلا بارها گفتیم خمس در شیعه یک پنجم مازاد مصرف سالانه هر کسی است که باید به سیدا بده، باید به سادات بده. در تسنن به گفته آیت الله برقعی فقط از غنیمت های جنگی خمس برداشت می شود. منتها آخوند شیعه تونسته با همین خمس انبوهی دکان حوزوی گسترش بده. در واقع گروه گروه من سهم امام میدم. سهم امام یعنی چی؟ کدوم امام گفته من سهم دارم؟ پیغمبر سهم امام میگرفت؟ نه. علی سهم 5 سال خلافت کرد، در تمام خلافتش یک درهم نه خمس گرفت نه سهم امام. سیدم منحصر بود به علی و دو فرزندش، به عقیل و مثلا بچه هاش. حاصله کم بودن اون زمان. اگر همه مسلمین
میفرستاد علی میگو بله خمس واجبه بدید، علی میلیارد ها میشد نگرفت، خلفا هم نگرفتن. عجب، من تاریخ ما تعجب میکنم، خلفای بنی امیه همشون پولکی بودن، اما نمیدونستن خمسه، هیچ کدوم خمس نگرفت، تو نمیدونستن میکرد که در اسلام خمسه. فهمیدی؟ سادات بنی عباس، خلفای بنی عباس سید بودن، بنی عباس من سید هم، خلفای بنی عباس با اینکه سید بودن، خلیفه بودن، قدرت داشتن، میتونستم بگه یک نفرشون یک درهم خمس نگیره. اونا هیچ خود نه علماشون فهمیدن نه خودشون، علمای حجاز هم من اصلا میگه خمس نگیره، مصری، علمای مصر، یه مصری آمده بود قوم، نگاه کرد تو معصی فیجنید پر از آخونده، لول میزن از آخونده، پرسید که ادنان پرسید که آقا این هم خریشونو کی میده؟ بوجه اینا داده کنید بودم خمس همه امام رفت فکر کنم خمس همه امام چیه؟ نمیدونست نگرفته نمیدونست. خب حالا این خمس و سهم امام عرض کردم به مراجع تقلید و آیت الله های سید امام سیاه داده می شود، خود آیت الله برقعی هم امام سیاه سیدند، سید بودند و حالا صحبت میکنیم در این بار. این آیت الله و حجت الاسلام و ثقت الاسلام اینا کجا آمده؟ هرچی بگردید در نوشته های رسمی حکومت جمهوری اسلامی، در دایره المعارف اسلامی نوشته شده است که لقب حجت الاسلام فقط یک بار در قرن پنجم هجری به امام محمد غزالی داده شده و لقب آیت الله هم یک بار به علامه حلی داده شده در قرن هشتم هجری. حالا جزئیاتش من میگذرم، هیچ کدوم اینا شیعه نبودن، تشیعی در ایران اصلا وجود نداشته دیگه، هیچ خبری از این القاب و این آخونبازی ها نبوده تا کمتر از 200 سال پیش از این در اواخر سلطنت فتح‌علی شاه قاجار. یعنی حتی دوره صفوی هم که تشیع در ایران حاکم می شود با شمشیر و توطئه و غیره، این القاب نبوده. رایج شدن لقب حجت الاسلام و آیت الله در بین شیعه ها اونم فقط در ایران انجام می شود که سابقهش کمتر از 200 سال پیش. یعنی هیچ پایه مایه الهی و قرآنی و اینا که بی تردید نداره، حالا آیت الله برقعی بگه یا نگه لاقل عقل خودمون که میدونیم، ثبت است در دایرة المعارف اسلامی که اولین کسی که بهش لقب حجت الاسلام دادن سید منباقر شفتی بود که اواخر سلطنت فتح‌علی شاه و اوائل محمد شاه قاجار زندگی میکرد، اولین کسی بود که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر حدود شرعی اجرا میکرد، مثل استادش وحید بهبهانی. شمار کسایی که این شفتی در اصفهان کشت در نوشته های تحقیقاتی بسیار آمده است همه جا، این دیگه تاریخ دیگه حدیث و روایت نیست، تا 120 نفر نوشتن که خودش حکم شداد، جزئیات چه میتونیم بریم بخونین، از جمله در تاریخ انحطاط مجلس نوشته مجد الاسلام کرمانی که من فقط یک کوچیک براتون میخونم که نوشته است هنوز قبرستانی که در نزدیکی خانه او یعنی شفتی واقع است و محل دفن اجساد مقتولین اوست در اصفهان موجود است و موسوم به قبله دعاست. حجت الاسلام شفتی از بزرگترین زمینداران و ثروتمندان ایران شد، گرچه در کودکی و جوانی مطلقاً بی پول و فقیر بود و استادش وحید بهبهانی با روزی دو قرص نان زنده نگهش می داشت. جزئیات ثروتش رو میگم، ربطی به این برنامه نداره، بگذاریم. حالا حجت الاسلام امروز یعنی کسی که داره درس حوزوی میخونه، آیت الله یعنی کسی که درسش رو خونده، آیت الله العظما یعنی کسی که توضیح المسائل داره و ازش مؤمنین تقلید میکنن، هر آیت الله العظمایی هم یه عده مقلد داره که از او در همه چیز تقلید میکنن. خیلی از مسائل این رساله های علمیه مراجع تقلید
از حلیت المتقین و اصول کافی اینجور کتابا در اومده و اینا خودشون هر کدوم از دید خودشون نوشتن، آداب زندگی به طور کلی در واقع و بعد در جزئیات، طهارت و نجاست و ازدواج و طلاق و خرید و فروش و اجاره و استجاره و اینجور چیزا. آیت الله برقعی میگفت انسان به آخوند به عنوان واسطه فهم دین نیازی ندارد، تفسیر قرآن قبول نداشت. میگفت آیت الله برای رونق دکونشون میگن قرآن رو نمیشه فهمید، خودشون نمیفهمن بعد بیان تفسیرش بکنن. آقای محسن برقعی درود بر شما، امیدوارم که ارتباط ما همچنان بله واسه باشد. ببینید ببخشید که اولا منتظرتون خیلی گذاشتم، پرسش هامو یکی دو پرسش مهمتر از بقیه دارم. یکی این است که یک، همه از جمله بنده و شما به پدر بزرگتون میگیم آیت الله برقعی، خیلی ها میگن آیت الله العظما برقعی، این خب با آموزه های خود ایشون که مغایره، از جمله حتی لباس روحانیت که تنشون بود و عرض کردم عمامه سیاه و اینکه ایشون سید هستن و خب ملبس به لباس روحانیت که قبول نداشتن اینا رو. خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم که اولا اینو توجه داشته باشید، ایشون نظرشون بود که همین آیت الله عظما و حجت اسلام همینا دکانیه که در سیستم آخوندی ساخته شده و این مردم رو با این وسیله بهشون مثل درجه دار ارتش تیمسار و سرگرد و سپهبد و این ها در سیستم خودشون یه چنین چیزی درست کردن که مردم بتونن بهشون باور کنن و بتونن که از مردم سوء استفاده کنن و بسیار راه یه پل خیلی خوبیه که با این القاب با مردم بازی کنی و بتونی مردم رو فریب بدی و هر چی که این آیت الله گفت یعنی وحی منزله متاسفانه و در اسلام اصلا نه آیت الله داری نه حجت الاسلام و در اگه شما بیایید اهل سنت اهل سنت اصلا چنین درجه خب خود ایشونو چی میگیم بهشون؟ میگیم آیت الله برقعی؟ چی بهشون میگفتن وقتی ایشون زنده بودن؟ اون موقع میگفتن آقای علامه برقعی آیت الله مرد چی ها میگفتن زبانی هم که ایشون هنوز داخل تفکر جدید آشنایی با قرآن نداشتهش همین آداب و رسوم آخوندها رو دنبال میکرده تا سال 48 خیلی خوب. بعد از انقلاب چجوری ایشون تأکید دراز مدت و استدلالی داشت درباره همین نکات که شما فرمودید؟ من دیگه تکرار نمیکنم. چه جوری لباس روحانیت رو حفظ کرده بود؟ بله ایشون من وقتی که یادم توی راهرو که سر حمامه رو من میگرفتم دور سر ایشون میچرخید، خودشون میچرخیدن دور سرشون میبستن، میگفتن این عبا و عمامه همش دکان و همش یه چیز ساختگیه، ولی چون من سالها با این بودم بین مردم الان وردارم مردم یه معنی دیگه روش میذارن و من مجبورم که با این باشم و الا من اینو ور میدارم. حتی صبحای زود که ایشون میرن ورزش، خودش ساعت 4 صبح بلند میشد نماز و ایناش که تموم شد میرن ورزش، یه کاپشن بلندی میپوشید و یه کلاهی میذاشت میدوید. یعنی اعتقادی نداشتیشون به لباس ولی به خاطر اینکه مردم نمونهش استاد نمونهش ما داریم آقای استاد مصطفی طباطبایی، ایشون نه عبایی داره نه عمامه‌ای داره نه تاج و تختی داره. نه اصلا صحبت من این نیست. ببینین شطور سواری دولا دولا نمیشه. ببینین منظور من این است که به همین دلیل عرض میکنم، چون آقای طباطبایی هست و خیلی های دیگه هستن ممکنه باشن که در حد به اصطلاح دروس حوزویشون رو کامل کردن و بسیار مسلطن به دلیل تحقیقات خودشون بر دین اسلام، اما لباس روحانیت ندارن و بسا داشتن و کنار گذاشتن. نه من فقط همین رو میخواستم بدونم که آقای برقعی صرفا به دلیل اینکه در واقع به عنوان یک علامه به عنوان یک آیت الله نگاه مردم به ایشون بماند و حرفشون رو درست بفهمن لباسو در نیوردن و اگر نه خودشون اعتقاد نداشتن. ببینید بذاریم برگردیم به تأکید ایشون بر بیداری و خرد انسان. ببینید پدر بزرگ شما تأکید داشتن همیشه که مردم باید آگاه باشن با عقل خودشون تصمیم بگیرن و
این یعنی چی؟ عقل یعنی استدلال. یعنی چون و چرا، یعنی چون و چرا باید داشته باشد انسان درباره هر چیزی. عقل وقتی باشه آدم به همه چیز شک میکنه و شک کردن یعنی فکر کردن روی جزئیات و بعد نتیجه گیری برای کل اون در واقع پدیده‌ای که هست، حالا اسمش دین یا هر چیز دیگه‌ای که باشه، آدم روش فکر میکنه و خودش تصمیم بگیره بر اساس عقل خودش. خب اگر اینو بپذیریم چطور میشود آقای برقی که ما ایمانی رو که آیت الله های موجود از آیت الله خمینی گرفته تا از آیت الله بروجردی رئیس حوزه گرفته تا بعد آیت الله خمینی و بعد آیت الله های دیگر الان در حوزه علمی قوم، این همه مقلد دارن، وحید خراسانی و نمیدونم بقیه تا خود آیت الله خامنه‌ای، چرا ما نباید حرفای ایشونو، حرفای این آیت الله ها رو بپذیریم به دلیل اینکه اینها دکون باز کردن و باید فکر کنیم، عقل داشته باشیم، استدلال کنیم و بدانیم، میفهمیم که حرفاشون پرت و پلاست، ولی آنچه علامه برقعی میگفتند یعنی بیچون و چرا پذیرش قرآن، چرا ما باید اینو بپذیریم؟ ما خدمت شما عرض کنم که به همون آیه که همیشه استدلال میکنن و همیشه باش بحث میکنم، میگم فبش لذین استمون قربه یتمون احسنه، ما وظیفه ما ها تمام بشرمون که ما غیر از اسلام باید ما هر چیز رو که میخواییم پیدا کنیم برسیم بهش، باید تحقیق کنیم و بهش برسیم و در مقابل اسلام یا قرآن هم همین چوره. شما باید نمیتونی کورکورانه ایمان به خدا بیاری یا کورکورانه ایمان بیاری به آیات خدا، باید با آگاهی با بینش باز و استدلالای بسیار قوی بیاری. و در قرآن هم خیلی جا هستش که افلا یتفکرون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، یعنی شما میدید همه جا به قرآن میخواد از شما که فکر کنید و بدون فکر، اسلام بدون فکر به درد نمیخوره. صحیح. ببینید از پدرتون من بگه در واقع سوال جواب کوتاه محض اطلاع، از پدر بزرگتون خیلی جاها نقد شده که ایشون شیعه امامیه بودن، یعنی شیعه دوازده امامی بودن، ولی از طرف دیگه کتابای ایشون رو، من نمیدونم شاید همه کتاباشون رو ناشران سنی منتشر کردن. پدر بزرگتون شیعه بودن یا سنی خودشون؟ خدمت شما عرض کنم سوره حج میگن ابراهیم و سماک من مسلمین. ما معتقدی هستیم در اسلام اینه که از زمان حضرت ابراهیم و مسیحی ها و یهودی ها و ما ها که مسلمان هستیم همه ما مسلمان هستیم و ما هر روز نمیتونیم یه اسمی برای خودمون بذاریم، یه بگه من شیعه هستم، من سنی هستم. اصلا شما بیابینین خلفای راشدین کدومشون سنی بودن، کدومشون مذهب سنی داشتن یا شیعه داشتن یا مذاهب دیگه داشتن. تمام پدر بزرگ من میگفتن که آقای علامه برقعی میگفتن که مذهب و بشر ساخته، دین از طرف خدا اومده. یعنی استدلال قویشون این بود که تمام مذاهب که این همه تو سر کله هم میزنن و هر روز اون مسجد این آتیش میزنه، این یکی حمله به اون میکنه و کتاب ها و یک بازار شرمشور بایی درست کردن، همه اینا دکانه و ما باید فقط برگردیم به دامن خود اسلام و ما مسلمان هستیم، بس. بیشتر از مسلمان اسم دیگه نداریم. یعنی نه شیعه بودن نه سنی؟ نه خیر، نه شیعه بودن نه سنی. خب ببینید اینجوری وقتی نگاه میکنیم ایشون در اگه بشود گفت تاریخ اسلام شاید دومین نفر مشهوری باشن بعد از سید جمال الدین اسدآبادی، که سید جمال الدین اسدآبادی زمان ناصرالدین شاه که ایشون در مصر همین اخوان المسلمین رو درست کرد. بله دیگه، شاگرد یا دوست نزدیک محمد عبده بود و اینا، اخوان المسلمین. او از او هم مشهور است که ازش بپرسیدن که تو شیعه یا سنی هستی و میگه من مسلمانم. بله خب پدر بزرگ شما قبل از انقلاب پیرو همین راه بود در واقع و نزدیک بود با اخوان المسلمین، با فدایان اسلام حتی. بعد از انقلاب چی؟
بعد از انقلاب میخوام هم در سیاست بعد از انقلاب چی؟ ایشون بعد از انقلاب چون که مثل آیت الله طالقانی و مثل دکتر شریعتی، مخصوصا مثل آیت الله طالقانی، همیشه دیدگاه این داشتن که ما همه زندگیمون با شوراست، اگر ما میخواییم کاری رو بکنیم باید شورا تشکیل بدیم، ولایت فقیه و ولایت مطلقه و اینا رو همه رو رد میکرد ایشون. و با همین دیدگاه وقتی که وارد انقلاب شدیم ایشون میگفتش که این آخوندها چون آدمایی هستن که فقط به خودشون فکر میکنن، فقط به تاج و تخت خودشون فکر میکنن، از اینا ما از اینها چیزی قاعد اسلام نخواهد شد. و من یادم جوون بودم 20 سالم شاید بود، تو خیابونا میدویدم و تظاهرات و برو بیا و حتی تیر خوردم من. ایشون میگفت نرو پسرم، پسرم نرو تو خیابونا، کشته میشی الکی. من این روزا رو دیدم و بارها بارها من رو منع میکرد. و پس از این که من سال 60 زندان شدم، اومد ملاقات من، به من گفت من بهت خیلی گفتم ولی گوش نکردی. خب شما ببینید، نه به من تنها میگفت که نباش هستم، به همه میگفت، به همه میگفتش که آقا این صورت ظاهر آخوندها رو نگاه نکنید، اینا یعنی آقای برقی، یعنی پدر بزرگتون پشیمان بود در واقع از مواضع و عملی که داشت. مثلا یکی از سخنرانای مجلس فیضیه بود در سال 42، آیا پشیمان بود از اون مواضعی که داشته؟ چون اون مسیر به سمت همین جایی میرفت که دیدیم امروز میبینیم ما. بله، ایشون پشیمان بود که میگفتش که ما اصلا در پرتگاه بودیم تا زمانی که با قرآن آشنا نشدیم، با این مش احادیث، با مثلا کافیه کلینی یا مثلا با مجلسی، با یه مش خرافات زندگی میکردیم و به همین شیوه میرفتیم روزای جمعه شنبه مارم زون روزای آشورا تا سوا مردم میگریاندیم و یه مبلغی رو میگرفتیم میبریم سر خونه و زندگی. فکر میکنم 40 ساله 45 ساله بودن که اول بار مطرح کردن که مذهب شیعه خرافات زیادی دارد و اینها. حدود سال 48 ایشون کم کم بیدار شدن و مخصوصا آقای استاد طباطبایی خیلی با ایشون همراهی کردن و همراه هم به واقعیت های بیشتری رسیدن. آقای برقی عزیز ببینید جان. فرصت زیادی نداریم، بفرمایید که بعد از انقلاب چگونه رفتار شد با علامه برقی، یعنی چه زندان چه ترور، که دوبار ترور شدن ایشون، بار دوم کشته شدن. خواهش میکنم من سکوت مطلق بفرمایید. بله بله، خدمت شما عرض کنم اینها بسیج شدن با ستادی خودشاهی و شریعت مداری، بسیج شدن، ایشون رو مسجدش ازش گرفتن، مسجد شاهزاده خانم در خیابان شاپور. بعد از اینکه این گرفتن ایشون عقب نشینی کرد، چون دیگه مسجد اومدن و گفتن مسجد ضرار و اینا، همه رو بیرون کردن، ما رو همه رو بیرون بیرون. ایشون منتقل شدن رفتن خیابون جمالزاده بغل دانشگاه تهران، بغل مسجد مساوی اردبیلی، اونجا شروع کردن نماز جمعه خوندن، اونجا باز حمله کردن، به هم ریختن، داغون کردن. باز ایشون بیچاره مجبور بود یا بره کند یا بره کرج یا بره یه جایی پت و پلا، بابا ایشون با هم یه گلیمی یه پارچه پنگ کنیم تو کوچه خیابونا، تو بیابونا وایسیم نماز جمعه بخونیم، چون معتقد بود نماز جمعه واجبه، سوره جمعه هست. پس از اون ایشون دیگه خانه نشین شدن، تفسیر قرآنی که داشتن به همون منزل بود و نماز جمعه رو منزل خیابون آزادی میخوندن. خیابون آزادی که نماز جمعه میخوندن تا خیلی یا میبادن، در باز بود، کوچه بامدادان خیابون آزادی در باز. سه دقیقه وقت داریم آقای برقی عزیز. خدمت شما عرض کنم اینها اومدن ایشون رو سر نماز عشا 8:30-9 شب با تیر زدن تو صورتش، درست تو اینجا، خواستن تو گیجگاه بزنن نشد، تو صورتش خورد، از این ور صورتش خارج شد سال 65. ولی الحمدلله ایشون فوت نکرد، یه چند سالی بودن بعد فوت کرد. این ترور اول بود یا دوم؟ چون یه بار سال 65 ایشون رو مثل این که همین تیری که میگین زدن، ترور چندین بار ایشون اومدن در خونه رو آتیش زدن، بنزین پاچیدن، خیلی اذیت کردن. ولی این آخری سری اینا اومدن
چند ساعت قبلش اومدن خونه، چند تا سه تا سوال ازش کردن. سوال اول، ولایت فقیه رو شما قبول داری؟ ایشون گفت نه. گفت امام زمان رو قبول داری؟ نه. خمینی رو قبول داری؟ گفت نه. گفتن تمومه. ساعت دیر وقت شب ناصر نماز عشا رکعت دوم ایشون رو با تیر زدن. بعدم اومدن گفتن ما نبودیم. کی بگردیم بگردیم پیدا کنیم. شما فکر کنید وقتی که اینا میگن ما نبودیم تو بیمارستان محاصره میکنن، اصلا نمیذارن مادر من، حتی خود من رفتم ملاقات نتونستم ببینم. آقای سال خورده که تیر وقتی به آقا تیر میزنن بلند شد با شورت و پیزیر پیرن اومد منزل من. گفتم چی شده؟ با آقا رو کشتم. شما ببینید به هیچ رحم نمیکنن اینا، کوچیک بزرگ زن بچه هیچ رحم نمیکنن. به آقای سالخورده گفتم چی؟ گفت منو سوار موتور کردن بردن منو پشت فرودگاه مهرآباد پایین توی خزانه کجا بود اونجا ولم کردن. به یه بدبختی با شورت و پیرن زیر شلواری اومده بود خونه بنده. این آقای سالخورده یعنی کی بود؟ این آقای سالخورده دانشجو بود که منزل آقا بود اونجا. صحیح. ببینین سال 1372 بود این سوء قصدی که بعد به نه سال 65. سال 65 پس ایشون 65. تیر میخورن بله. یعنی بله. به این صورت میان شب خونه سه نفر و به اصطلاح میدن میان تو و خارج. تیراندازی و یعنی میزنن به گیج کنه یواش میان تو سر جانماز دست و پای آقای سال خوردن میبندن بله. میزنن رو ترک موتور چهار سیله. یعنی تو اون زمان هیچ کسی غیر از سپاه تا چهار سیله موتور چهار سیله نداشت. موتور چهار سیله میزنن میبننش تای و علامه برقعی رو اونجا میزنن و فکر میکنن که ایشون فوت کرده و میرن. بله. و بعد میرن. چه سالی آیت الله برقعی فوت کردن؟ ایشون سال 72 من نبودم. سال 72 چند سالشون بود فوت کردن آقای برقعی؟ جانم چند سالشون بود فوت کردن؟ فکر کنم که نمیدونم دقیقا یادم نیست. ولی ایشون پس از این که تیر خوردن شما اینجا رو ببینید دیگه فرصت نداریم آقای برقعی عزیز. پس از این که ایشون تیر خوردن تازه سر از زندان و انفرادی و یزد و هزار تا بلای دیگه بر سر ایشون رو بردن که بلکه صدایشون رو خفه کنن. بسیار سپاسگزارم ازتون آقای عبدالمحسن برقعی نوه علامه برقعی که در این برنامه صفحه آخر با ما بودید. بله بریم پرده آخر. یکی آمد محضر امام صادق علیه السلام زندیقی بود بیدین بود خدا رو قبول نداشت. این روایت رو هشام بن حکم نقل میکنه آمد پیش امام صادق گفتگوی کرد گفت آقا خدا نیست. حضرت فهمدن که الان ما اینجا مدینه یا مکه بودن. تو شرق این عالم رفتی؟ گفت نه. فهمدن غرب رفتی؟ فهمدن آسمان رفتی؟ فهمدن تو زمین رفتی؟ گفت نه. حضرت فهمن تو که هیچ کنون از جان رفتی شاید یکی از جا خدا باشه. تو اصلا ثابت کن که نیست. شاید باشه. شب و روزگار خوش.